سرمزدان دکتر شیرین نوروی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، روانشناس بانیلی و لایف کوچ هستم. میخوام امروز راجع به فراموشی مقطعی باهاتون صحبت کنم که ریسرچ زیاد شده در انجمن IMMA در رابطه با حافظه و آلزایمر. یک تحقیقات زیادی شده که زمانی که فکر میکنید که شما آلزایمر دارید، فقط یک فراموشی مقطعیه و باور شماست. مثلا میرم تو اتاق، یادم میره چی میخواستم بگیرم از اتاق، اعضای خانواده اسامیشونو یادم میره، قرارامونو یادم میره، اسامی خیلی مهمه، حالا اسامی بقیه آدم ها یادم میره و معمولا از 60 سالگی این اتفاق میتونه بیفته و شما فکر میکنید آلزایمر دارید. اصلا اینجور نیستش. آلزایمر زمانی است که خب من کلیدمو گم کردم، وقتی پیداش میکنم میگم این کلیده، این چیه، این چی نیستش، خودکارمو پیدا گم کردم، میگم این خودکاره یا نه، اصلا نمیدونم چه هست. و زمانی که شما آلزایمر دارید اصلا نمیدونید که چی دارید، اصلا متوجه نیستید که حالتون چیه و حافظتون کم شده. پس هر زمان که فکر کردید من حافظه ندارم، حالم خوب نیست، بدون تصورات و فکرها و خیالهای خودتونه و هیچ چیزی نیست جز اینکه اعصابتون ناراحته.